سلام بچه گل، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم خوب و خوشحال باشید. امروز دوباره پک اوپنینگ برای لیگ انگلیس رو داریم. این هفته خیلی اینترنت من داغون بود، بازی های فوچمپس رو کردم ولی رنگ خوبی بهمون نداد، برای همین رد پیک خوب نداشتیم. به جاش کلی پک داریم، کلی پک خوب جمع کردیم، کلی کانتنت هم اومده که پک های 83 به بالای لیگ انگلیس رو داریم، پلیر پیک 84 به بالا رو داریم، گارانتی تیم آف ده سیزن کامیونیتی و اردیویزی رو داریم، ولی هنوز گارانتی لیگ انگلیس منتشر نشده که فکر کنم امشب باشه. اول پکامون رو میزنیم، یه کم پلیر بیاد توی کلابمون، بعد میرم پلیر پیک 80 به بالا رو میبندم، ببینیم از اونجا چیز خوب بهمون میده یا نه. اسم میکنم به خاطر اینکه وضعیت نت خیلی داغون بود و رنگ فود چمسمون زیاد خوب نشد، EA تو این پک اوپنینگ یه چیز خوبی بهمون بده. حالا ببینیم. همین جور که داشتم میگفتم دکلان رایس، what the fuck، اصلا اینا خیلی خوبن، بیشتر ازشون میزنم. حالا چند گیه؟ یا خدا 60 گیه، اصلا گرون نیست ولی خدایی همین که آبی بود شانسمون خوبه. یه رونالدویی هم بهمون بده خیلی عالی میشه، وای. بعد تازه بازیکن تیم آف ده سیزن از لیگ دو انگلیس هم توی پکا هست بچه ها، بعضی هاشون هنوز گرونن، میخوام یکیشون رو پک کنم. اونای گرون ها رو مثلا یکیشون هست 140 گیه، اونا رو اگه بفروشیم کلی کوین گیرمون میاد. این هفته ضرر کردم بچه روی چند تا کارت ولی کل مارکت اومد پایین دیگه، خیلی ها ضرر کردن. نصف بچه جو گومز هم تکمیل کردم. با این پک اوپنینگی که انجام میدیم حتما تمومش میکنیم. به نظر میاد خیلی بازیکن خوبیه و از اون طرف هم تو آنتریدبل هست، میتونیم لاپورت رو بفروشیم و به جاش یکی بهتر بیاریم، یعنی با کوینش بزنیم یه جای دیگه تیم. یه دون ریر مگا پک هم بزنیم. دارم نگاه میکنم کارت میتروویچ نزدیک 200 کیه، چرا انقدر گرونه؟ برزیل سی دی ام. دوباره کسمیرو، ای والا نیاز داریم برای تکمیل جو گومز و بعدش هم شروع احتمالاً میرم فودنو. بودن به نظر کارت خیلی فوق‌العاده ایه. پلیر پیک بچه 84 به بالا از لیگ انگلیس هم ساختیم. امیدوارم 4 تا 84 مثل بعضی از بچه ها که دیدم بهشون داده بود نباشه. KDB اگه توش باشه، وای وای. 3-2-1 ترنتو دوباره داد. پناه بر خدا بابا، یکی دیگه شونو میدادی، KDB میدادی، ورجیل رو میدادی، ای بابا. دوباره به خاطر فادر دیگه میگیرمش میندازمش توی SPC. عجبا عجبا. میدونستم تیم آف ده سیزن پک میکنیم، تا الان دوتا پک کردیم ولی از اون ارزونا بودن. ای وای یکی دیگه، نه ولی اسکاتلندیه این، پناه بر خدا. فکر کنم آن تریدبل بود ولی 88 خوبه، همین جوری بهمون بده بندازیمش توی جو گومز عالی میشه. و یه 86، چه پک خوبی بود، خدای این بازیکنه ارزونه ولی چه استاتایی داره. یه 50 کی بزنیم. اسم فیفا هم بچه گویا دیگه قرار عوض بشه، بشه EA Sports FC. از سال دیگه فیفا 23 نخواهیم داشت ولی همه چیزایی که داشتیم و قرار نگه دارن. تیم آف ده ویک، سلفینگ بک، او گونتر 86، یه ذره کوین، یه ذره کوین به کلاب اضافه شد ولی فکر کنم زیاد گرون نیستن این 86 ها. 19 که یه تیم آف ده ویک 86، واو. انقدر که پک باز میشه قیمت اینا بدجور اومده پایینا. فردا هم جوایز رایوالز رو داریم بچه ها، فردا شب یه استریم میذاریم، پلیر پیک هم میبندیم از توی لیگ انگلیس، ببینیم چی بهمون میده. بریم حالا این 100 کی هم بزنیم چی میدی بهمون.
یه دونه توتس دیگه بدی یا. خیلی دوست دارم KDB رو بهم بده یا ژاو کانسلو. واکاوت حداقل سانچو کاش اون یکی منچستری بود. رونالدو. 4 تا بازیکن هست که میخوام از این بچه ها به ترتیب: گراونبرگ، سوارز، لاپورت و زاها. ببینیم حالا بالاخره اسکواد بتل بازی کردن فایده داره یا نه. الان فکر کنم دوباره یه لفت بک یا رایت بک از لیگ هلند بهم میده به خدا، اگه شانس من باشه. پرچم هلند CM. اه چرا این رنگیه؟ چرا قرمزه؟ آها یه جورای رید پیک اسکواد بتله. آده یمی. ای بابا شانس نیاوردیم، اب نداره. حداقل فادر 89. 11 تا بازیکن 81 به بالای بوندسلیگایی هم داریم که تیم آفت سیزن جمعه است بعد بازش میکنیم حتما. حالا هم بریم سراغ این پکه 5 تا بازیکن 83 به بالا از پرمیر لیگ. همون هم تیم آفت سیزن بگیریم از توش. حدثم اینه که میگیریم. بریم باز کنیم. یا خدا. یه چیز خوب بده. دوتس باشه. کامان. کامان. پرتغال. CM. نه. بکردم رونالدو. برونو ولی خوبه. برونو 90 کیه بچه. باورتون میشه. برونو 90 کیه. کاش حداقل ژائو کانسلو بود. لف مید نیاز داشتم. ولی برونو هم بد نیست. حالا تستش میکنم ببینم میاد توی استارتینگ اسکوادم یا نه. کاش پیسش یه خورده بهتر بود. برونو 2 تا 86، 84، 83. بد نبود. بد نبود خدایا، حداقل توتسو داد. برونو استاتاش که عالیه خدایی. فقط کاش حداقل ویک فوتش 4 بود. اگه ازش خوشمون نیومد میندازیمش توی SPC. الان زیر 100 کی اومده. 95 کی الان. یه بازیکن 100 کی هم حالا بد نیست، به کلاب ما اضافه میشه. پارسال خیلی برونو خوب بود. پارسال کارتش عالی بود. این شبیه یکی از کارتای تیم آف دی ویک برونو پارساله. اینقدر که پارسال تیم آف دی ویک رو اینا گرفت. گارانتیه بچه ها EFL هم انجام دادیم. اگر بازیکن خوبی بهمون بده مثلا میتونیم سوپر سابش کنیم. اگر هم نده خب فادر حساب میشه. بعد این توکنه هم بهمون میداد دیگه، باید انجامش میدادیم کلن. یه دونه کارت ویلسون هست توی این تیم آف دی سیزن EFL. استاتای خیلی خوبی داره. اگر اونو بهم بده واقعا خوب میشه. 160 کی هم هست فکر کنم. ببینیم حالا حداقل یه بازیکن خوب اگر نداد فادر بالا بده که جو گومز رو همین الان تکمیل کنیم. ببینیم ویلسون یا اون 94. نه نیست. چنده؟ 88. از اون پایین هست فکر کنم. پایین تر 88 نداریم. حتی این لیگ داغونه هم یه بازیکن نیم معمولی بهمون نمیده. یه ذره خوب باشه. خیلی وضع شانس ها بد شده. 3 تا پلیر پیک دیگه هم بسیم تا بالاخره یه تیم آف دی سیزن بهتر بهمون بده. 84. بهتر از اینا میخوام. ای خدایان شانس بهمون خوب باش. 88. همین جوری خوب باش. یکی دیگه این یکی دیگه توتسه. کامان. برناردو نگفتم توتسه. برناردو هم گرفتیم. پسر اینا چقدر خوبن. شت. اون یکی پرتغالی که میخواییم و هنو با امون ندادی. 165 کی. واو. یه فینس شات هایی داره این آقای برناردو سیلوا. اصلا عجیب غریب. حتی تریت هم نداره ولی فینس شات هاش خیلی خوبن. عجب سری خوبی بود. ای والا. آخرین اسکواد جو گومز و حداقل
با این فادرهایی که بهمون داد آنتریدبل تموم کردیم، حالا میتونیم لاپورتو بفروشیم و از جو گومز استفاده کنیم. استات های فوق‌العاده خوبی داره و همیشه هم جو گومز متا بوده. خیلی هم همین الان دیدم که انجامش دادن و جلوم عجب سگیه، خیلی بازیکن خوبیه. امیدوارم برای ما خوب باشه و اون اوتو تکلا رو برامون بزنه. حالا بچه همونجور که میبینید لاپورتو میفروشیم، به جاش فعلا از جو گومز استفاده میکنیم. بذار ببینیم چیزایی که پک کردیم چی بودن، یه لحظه با هم دیگه نگاه بکنیم. اولش که رایس رو گرفتیم، بعدش برونو رو گرفتیم، بعدش هم برناردو سیلوا رو گرفتیم و گومز هم که تکمیل کردیم. حالا اینا ستا که میتونن بیان توی نمکت هم و حتی چند تا بازی هم همین جوری میذارمشون توی یازدهتای اصلی و تستشون میکنم، بهتون میگم. رایس هم حتی میتونم توی تیم آف ده سیزن کاپ فرندلی ها استفاده کنم. ولی این که تونستیم جو گومز رو آنتریدبل انجام بدیم، یه نیروی خیلی خوبی کنار واران گیرمون اومد. حالا ببینیم لاپورت بهتر بود یا جو گومز بهتره. اسپید و دریبلینگ جو گومز بهتره، لاپورت شوتینگ و دفندینگ و فیزیکالش بهتره. فکر کنم پسینگاشون هم شبیه همه. نه، پسینگ گومز بهتره. علاوه بر این ستایی که پک کردیم یه دونه ترنت هم بهمون داد. کاشکی به جای ترنت مثلا ژائو فیلیکس یا وندایک رو میداد، خیلی خوب میشد. به نظرتون بچه حالا که برناردو سیلوا رو پک کردیم بریم سراغ فودن یا نه؟ کدومشون بهتره به نظرتون، برناردو یا فودن؟ هر دوتا هم 4 استار 4 استار دارن. بچه اینم تیمی بود که این هفته میخوام بخرم برای ویکند لیگ. زیاد از بن یدر که این هفته گذشته استفاده کردم راضی نبودم، میخوام حالا برگردم به بوترا. البته پرایمشو فقط تست کردم، مومنتسشو تست نکردم، تغییر خوبی میشه. حالا هم که به همون برناردو و فرناندزو داد و جو گومز هم انجام دادیم، دیبروینه و لاپورتو میفروشیم، با کوینش بوترا رو میخریم و یه ذره دیگه هم کوین برامون میمونه، ببینیم دیگه میتونیم باهاش چی کار کنیم. مثل همیشه هم اگه تا اینجا تماشا کردید دمتون گرم، دوستتون دارم. یادتون نره لایک و سابسکرایب بکنیم. خیلی پک اوپنینگ خفنی بود. مرسی که تماشا کردید. من توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا بای.